روی چند نفر خاک ریختی ها؟ روی مادره دره دختر من، عزیز دل من. بهم گفت مامان من خیلی دوستش دارم، گفت خیلی دوستش دارم. دخترم مامان کاش عاشقه نمیشد، کاش عاشقه نمیشد. آروم باش دخترم، کاشتی آروم باش دخترم، کاشتی خاله نریما. من به آخرت باشه ایگیت، من بهت این قولو میدم که سیهانو پیداش میکنم. لازم نیست، من کار خودم و خودم میکنم. تو هم برو خونت، به خونوادت برس. بله سلیم. ایگیت، سیهانو پیدا کردیم رفیق. باشه همونجا بمونین، الان میام.
چیکار دارین میکنی؟ اگیت گلیچ چیکار میکنی؟ دادستانی به اتهام حمله اسلحه بدون مجوز حکم بازداشت تو صادر کرد. چی داری میگی عوضی؟ فلم کن ببینم نمیفهمی؟ بابا اشتباهی داری میگیری منو. مرگ، باورت نمیشه یه جوان بمیره، باورت نمیشه یه بچه بمیره، چون یه مرگ زود رسه، ناتموم موندنه. حرفایی که زده نمیشن، لحظاتی که تجربه نمیشن، صابونه هایی که دور هم خورده نمیشن، جشنهای تولدی که برگزار نمیشن، رو تمام رویه ها رو خاک سیاه میپوشونه و ما با آه و افسوس پشیمون از فرصتای از دست رفته عزیزامونو به خاک میسپاریم. سرتون سلامت. خدا صبرتون بده. ممنون سلم خانم. باورم نمیشه برای سیبل دارن فاتحه میخونن. من دیگه طاقت ندارم دریام، دیگه رمقی برام نمونده. ما باید قوی باشیم کبرا، به خاطر خاله نریمان، وگرنه اگه من جلوی خودم رو نگیرم اشکم اصلا خشک نمیشه. حالا ایگی چی میشه؟ دیگه هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره. به خدا براش نگرانم. الان حتما خیلی داغونه. آبغندی چیزی بیارید. آبجی نریمان. خاله نریمان چی شد؟ خاله نریمان تو رو خدا پاشو. فدات شم خاله نریمان، اینجوری نکن تو رو خدا. خاله نریمان. خاله نریمان. خاله نریمان. هی بیا ببینم. چته؟ چرا داد میزنی؟ اون یارو داره فرار میکنه، اون وقت من رو اینجا نگه داشتین؟ البته، بفرما، میخوای بهت اسلحه هم بدم. بابا تو انگار حرف آدم سرت نمیشه. بهت میگم اون سیهان سگ مصویرونه، زنم و جلوی چشم کشت و شما به خاطر یه دلیل مسخره من رو اینجا نگه داشتین؟ آروم باش، بگی بشین. امیر کجاست؟ ها؟ ها؟ امیر رو صدا کن. وقتی جناب باسپورس بیاد میاد میبینتت، تا اون موقع باید بشینی، فهمیدی؟ گوش کن، گوش کن چی میگم. بهت میگم امیر رو صداش کن. بس دیگه، تو از کی عصبانی هستی پسر؟ از ما؟ گوش کن چی میگم، درد من برام کافیه، فهمیدی؟ یا از سیهان؟ زنت برای چی مرده گیت؟ به خاطر سیهان؟ ها؟ اون مقصره؟ پشت سر سیهان کیه؟ حقی؟ یا اون متین بویوکی که بهش میگین رئیس؟ تو داری چی میگی ها؟
در از پشت سر اونا کیه؟ من بهت بگم، تو هستی. خفه شو هیگیت. تو دنیایی که وارد شدی نه برات دوستی هست نه اونقدر که فکر میکنی عمق میکنی. اگه هنوز هم میخوای به کارات ادامه بدی بهتره اینو آویزه گوشت کنی. کجا میریم رئیس؟ تو آبا حسابی از آسیا بیفته یکم استراحت میکنی فاروق. ما تو کوی پولونس یه جایی داشتیم، خونه خوبی بود. آه فهمیدم کجا رو میگی، همونجا. اونجا ایوه بارا تبت بگم خوشتی. نخواب پسر نخواب، حواستو جمع کن، الان اون سگا رو گم میکنیم. هنوز باورم نمیشه رفیق، سیبل اصلا از ذهنم بیرون نمیاد. منم وضعم همینه، اما وقت واسه عزاداری زیاده. بذار اول انتقاممونو بگیریم. هنوز از ایدیت خبری نیست نه؟ چه میتونم. پس این پسر کجاست؟ خاموشه. ای بابا حتما یه مشکلی هست، مطمئنم. ولش کن، تو حواست باشه گمشون نکنیم. اصلا مگه میشه گمشون کنم؟ غیر ممکنه. خاله نریمان، خاله نریمان جون، چرا رو زمین نشستی؟ بلند شو. از رو زمین بلند شو خاله نریمان جون، بلند شو. دستتو بده به من خاله. تکیه بده به من. پاشو 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 خاله نریمان. پاشو. خیلی خوب خیلی خوب. شرف رو پیداش کردیم. جواب نمیده. این کجا ساخه؟ نمیتونیم بیشتر از این صبر کنیم. میریم اونجا اسلحه رو میگیریم، بیخ کلش میکشیمش بیرون اون کسافت. بابا وایسا دیوونه شدی؟ قبل از اومدن ایگیت نمیتونیم کاری بکنیم دیگه، جایی برای یه اشتباه دیگه نداریم. تا ایگیت بیاد صبر میکنیم. بیا تو. جناب بازپرس، ماشینی رو که مظنون باش فرار کرده پیدا کردیم. از تو ماشین این پیدا شده. اینو همین الان بفرستین آزمایشگاه بررسیش کنن. همین الان قربان. چشم. دیگه افتادی تو چنگم سیحان. ببین سوالاتو بپرس برم، فهمیدی؟ وقتی جناب بازپرس اومدن هر حرفی داری میزنی. ببین گوش کن، اگه فرار کنه، اگه فرار کنه چی کار میکنی؟ مارم میکشی؟ ایگیت کنم بیرونم. جناب بازپرس چه خبرته پسر؟ صندلی تو بکش بشین اینجا.
بابا شما احمقین. منو نگاه کن، احمقین، همه تون احمقین. اون سگ بیرونه و منو به خاطر یه دلیل بی خود اینجا نگه داشتی. ببین بابا، دختره به خاطر من تیر خورد، سیبل مرده. اگه آروم نشی یه قدم هم نمیتونیم جلو بریم. خیلی خوب، حالا بگیر بشین. باشه، خوبه، نشستم. چیه چیه چیه؟ ببین آروم میشی یا نه؟ ببین، با این مدرک و شهادتی که تو میدی اون مرتیکه رو میندازم زندان، فهمیدی؟ حبس ابد براش میبرم. امیر، سیبل به خاطر من مرد، به خاطر من دیگه نیست. خودتو سرزنش نکن، اینجوری فقط خودتو اذیت میکنی. اون سگو با هم پیداش میکنیم، باید با هم همکاری بکنیم. حالا به هم بگو سیهان کجاست؟ ایگیت، سیهان کجاست؟ بگو. به امره زنگ بزن. باید همینطور اینجا منتظر باشیم امره؟ بریم اونجا یه کاری بکنیم. اینطوری دست و پا بسته نشستن که فایده ای نداره. بابا وایس، تو هم استرس نده، مخم کار نمیکنه. میری چی کار کنی؟ اگه بگیرنمون چی؟ این دیگه کیه؟ الو امره. امیر؟ شما کجایین؟ کجاییم؟ میدونم سیهان دمی رو پیدا کردین، جاتونو به هم بگین. نه بابا، چه ربطی داره؟ ببین امره، وز وخیمه، ول کن این دروغه رو. پدش من تلفنو بده. پسر کشش نده، این آدرسو بده. حرف بزن. تقصیر اونه، تقصیر ایگیته. اگه اون نبود دخترم نمی مرد. اومد زندگیم رو داغون کرد. اما من با سیبل حرف زدم. من گفتم اون نست، گفتم ازش فاصله بگیر دخترم، گوش نکرد. به زور عقل دخترم رو گرفت. من اونو با چه سختی هایی، با چه امید هایی بزرگ کردم. اما الان عزیز دلم و جگر گوشم رو خاک کردم. خاله نریمان، بیا یکم بخواب، استراحت کن. دریا، کوبا رو از اینجا به من بیرون. دریا چرا؟ طاقت ندارم، طاقت دیدن اونو بچه شد خونه ندارم، نمیتونم ببینم. باشه خب دیگه، بیا دراز بکش. باشو خاله نریمان. نه.
54-49 54-49 فوراً یه ایکیپ بفرستین کوی پولونز. فوراً نیروی کمکی هم تو راه جلو به پاسپورت. قربان، پلیس ها ماشین رو پیدا کردن. چی داری میگی؟ قربان، اسلحه هم توش بوده. نه بابا، تو داری با من بازی میکنی ها؟ چرا ماشین رو ول کردی به امون خدا؟ حالا ول کردیم به درک، چرا اسلحه رو تمیز نکردی مردک؟ مگه تو تازه کاری مردک؟ قربان، یه مشکلی پیش اومده. اینا دیگه کیه؟ این آدم ها ایگید نیستن؟ بله قربان، همون دوتان تعقیبمون کردن. خوبه، پس خودشم تو راه. میخوام ازش خوب استقبال کنم. چشم قربان. برو برو. اینجا رو تمیز کن. حرامزاده واسمون درد سر درست کرد. بگو کجایم. تا اینجا تعقیبشون کردیم، از اینجا به بعدش ما ماست. ممنونم. بگید کجاست. امیر چوف فرود میاد. زیهان دمیر، زیهان دمیر، اسلحه هاتون رو بندازین و تسلیم بشین. محاصره شدید، شانس فرار ندارید. تکرار میکنم، شانس فرار ندارید. قبل از اینکه دیر بشه تسلیم بشین. از پنج میشمارم. پنج، چهار، سه، دو، یک. فرصتتون تموم شد. از در پشتی فرار کردن. باشه، چی شده؟ از در پشتی فرار کردن. لعنتی ها. یعنی چی از در پشتی فرار کردن؟ تو کنن. چه شده رئیس؟ وقتی بچه بودم همیشه کنجکاو بودم بدونم چرا آدمای خوب فیلم انقدر احمقن. هنوزم کنجکاوم. کنجکاویم تموم نشده. رئیس، مدرک تو دستشونه.
بهتر نی فرار کنیم اینجا دور بشیم. چرت و پرت نگو فاروق. چه فراری؟ من برای جنگیدن اومدم اینجا. تا حالا کدوم فراری دیدی به آرامش برسه؟ دقیقاً برعکس فاروق. بیشتر به دست و پاشو میپیچی. یعنی چی؟ مدرک رو از بین میبریم. اگه مدرکی نباشه نیازی هم به فرار نیست مگه نه؟ باشه ولی چطوری؟ ای بابا چطوری؟ منظورم اینه که چطوری مدرکی که تو دست پلیس رو از بین ببری؟ ما نه؟ دست جناب بازپرس درد نکنه. خودش با دست خودش از بین میبردش. خودش به هم کمک میکنه. اون خانم کوچولو مچولو خوشگل مشکله که هست، باید یه ملاقاتی باش بکنیم فاروق. خوب شد دکتر بهش آرام بخش رو زد، زود خوابید. شما اینجا سرگردون شدین، برین خونه، من اینجا هستم. نه منم اینجا میمونم، نمیتونم برم، فکرم پیشتونه. اما اگه الیف گریه کنه آبجی نریمون بیدار میشه، بهتره اینجا نمونین. راست میگی، اما اگه چیزی شد فوری به هم زنگ بزن. باشه؟ البته که زنگ میزنم، دیگه به کی زنگ بزنم؟ کیو دارم؟ سیبل خیلی از من دلخور بود، نتونستم دلشو به دست بیارم. این چه حرفیه؟ انگار میدونست میره از همون خداحافظی کرد، از تو هم حلالیت گرفت. دریا ما دیگه هم دیگر رو ناراحت نکنیم، باشه؟ دل هم دیگر رو نشکنیم. پاپا حقی خوش اومدی. میبینم که کلاغای فضول خبرچین جامو بهت گفتن. الان چی شد؟ این که اون دختره رو کشتی فکر کردی برای خودت آدمی؟ مگه قرار نبود اطرافو به هم نریزی؟ چی شد ها؟ یه لحظه آروم باش پاپا. من نه، ایگیت اطرافو به هم ریخت. اگه پلیس نمیومد هیچ مشکلی پیش نمیومد، اما اون بزدل فوری رفت سراغ پلیس. خب ببخشید دیگه پاپا، دست من نبود. ببین به نظرم تو داری بسط مرگ خودتو میچینی. اگه امیر اون شب ایگیتو نگرفته بود، ایگیت خیلی وقت پیش میومد خرخرتو میجایید پسر، فهمیدی؟ اونش اصلا معلوم نیست، شاید اشتباه کرده که ایگیتو دستگیر کرده. ببین من هنوز نفهمیدم تو مشکل چیه. ایچی تو دست پلیس چیز کوچولو هست که مال منه، یه اسلحه کوچولو با یه کمی هم اثر انگشتم. نگران نباش پاپا، برای من اتفاقی نمیفته. تو از این بازپرسه برام بگو ببینم چه جور آدمیه. گوش کن پسر جون، اون کسی نیست که تو بتونی بخریش. حتی به برادر خودشم رحم نکرد و دستگیرش کرد، فهمیدی؟ آها، من عاشق این مدل آدمم. درست کار، ایدالیست و پابند خانواده. خوبه. ببین سیان، ببین پسر گل گلاب، راهی که پیش گرفتی درست نیست، فهمیدی؟ اگه خطای قبلی تو یه بار دیگه تکرار کنی یعنی از حرف من سرپیچی کردی. اون وقت میام با دست خودم لهت میکنم. وقتی تو داشتی با پوشک دور این استخر را رفتن یاد میگرفتی، ما داشتیم برای همه تعیین تکلیف میکردیم. منظورمو که میگیری ها؟
گرفتینش؟ معلومه که نه. وقتی ما رسیدیم از در پشتی فرار کرده بود. خوب شد. مگه نه؟ خوب شد جلوی منو گرفتی. الان اون بیرونه و من اینجام. دیر یا زود میگیریمش چون تو دستمون مدرک داریم. هنوز داری میگی مدرک؟ هنوز میگی مدرک؟ من اون مدرک لعنتی رو نمیخوام. ببین، نتیجه ی روش هایی تو همیشه مشخصه. چند نفر مردنگیت؟ بگو دیگه چند نفر مردم؟ این دفعه بذار با روش من پیش بریم برادر. البته، البته اگر روش چوبلای چرخمو نکنم. بریم پشو، باز پرسی داری؟ تموم شد؟ میتونم برم؟ هنوز نه، زمان بازداشته تموم نشده. شما احمقین؟ ها؟ چه خبره ها؟ این روال قانونی شه. بیا. جناب باسفورس، وسایل مقتول رو که تو ماشین بوده آوردم. تو ماشین سیهان پیداش کردن. اگه از این در بری بیرون زندت نمیذارن سیبل. تو به این میگی زندگی؟ یکم صبر کن فهمیدی؟ یکم صبر کن، من این مشکل رو حل میکنم، تو هم بعدش با خیال راحت میتونی هر چه دلت خواست بری و واسه خودت زندگی کنی. تو الان دو تا انتخاب داری، یا با من میای میریم خونه یا اینجا میمونی. تو انتخاب کن. ایگیت، انگار اینجا اومدنم فکر خوبی نبوده. بیا دیگه.
ایلماس پسرم، ببین اونی که مرده زن ایگیت بوده، تو چرا از اونو میگیری ها؟ بابا میدونستی اون سیهانه بیشرف سیبل منو میکشه؟ ای بابا اینا رو از کجا در میاری؟ من از کجا میدونستم؟ اون سگه اومده که انتقام برادرشو بگیره. برای بریدن پروبال ایگید اول از همه رفته سراغ زن و بچهش، رفته اون دختر بیچاره رو کشته. خب من از کجا میدونستم؟ آره بابا، سیبل من همیشه برات یه آدم معمولی بود، مگه نه؟ اما تو میدونی اون برای من چی بود؟ ها؟ بابا به من میگی که اون سیهان کجاست و چی کار میکنه، منم میرم با دستای خودم جونشو میگیرم. ایلماس پسرم، ببین وقتی اون ایگیت هست تو چرا دست خود تو کثیف کنی ها؟ فکر کن بذار اون دوتا هم دیگر رو تیکه پاره کنن، تموم شه بره، به تو چه آخه؟ بابا خودم باید اون بیچرفو بکشم. پسرم وقتی شوهرش هست به تو چه ربطی داره آخه؟ شاید من بیشتر از اون داره جیگرم میسوزه بابا، شاید دارم از ایگیت بیشتر درد میکشم، تو اینو میدونی؟ ایلماس تو این دختره رو واقعا اینقدر دوست داشتی؟ بابا من عرضه اینم نداشتم، نتونستم ولش کنم، حالش اصلا خوب نیست. چیکار کنم؟ میترسم دیوونگی کنه. ببین تو هم حواست بهش باشه. باشه. ببخشید نتونستم بهت خبر بدم، ولی الان وضعیت اینه. نه کار خوبی کردی، من برم یه چیزی آماده کنم. خیلی خوب. خاله نریمان حالش خیلی بده، از گریه دیگه هلاک شده، از خواب با فریاد بیدار میشه. این زن بیچاره چجوری این درد رو تحمل کنه؟ غیر از دخترش کسی رو نداشت که، حتی نمیخواست سیبل با ما حرفم بزنه.
حالا بیچاره رفته زیر خاک. ایگیت رو مقصر میدونه. این بار ایگیت هم خودش رو مقصر میدونه. امیر با خودش بردتش خونه. دیگه خودت ببین چقدر حالش بده. لااقل اونام دعواشون نشه. نه بابا، غم اونا رو به هم نزدیک میکنه. یه بارم به خاطر خوشی دوره هم جمع شیم. تو خوبی؟ بدم. نوبت گریه به من نمیرسه. منم خودمو ول کنم، خاله نریمانو کی آروم کنه؟ نمیدونم بدون سیبل چطور میشه زندگی کرد. دوست بچگیم، خاطراتم، عزیز دلم بود. نمیدونم من بدون اون چی کار کنم. به نظر شکننده می اومد اما مثل کوه محکم بود. چه چیزا کشیدم. اون همیشه پشتم بود. اونطوری شکننده به نظر می اومد اما بینمون قوی ترین دختر اون بود. امره تو برو محل داداش، بگید یه چیزی لازمش میشه اونجا باش، منم اینجا میمونم، تنهاشون نمیذارم. تو هم برو، لازم نیست بمونی اینجا. نه من اینجا حسام نیتتون همینجا میمونم. میبینی که وسط خود عزاییم، دیگه چی میتونه سرمون بیاد؟ خب من دیگه رفتم، چیزی شد خبرم کنین. سیبل قربونه یه جنایت شد دریا، اینو فراموش نکن. هرگز فراموش نمی کنم. خوشگلم، عزیزم. بابایی بیا. داشت برات یه برادر می اومد. اما مرد. تقصیر من بود. نتونستم پدری کنم. عرضش رو نداشتم. هنوز از تو هم نمیتونم نگهداری کنم. بله جناب باسپورس. خبری نشده؟ سیهان تو یکی از محله ها ردیابی شده. بچه ها هم الان دارن دوربین های اطرافش رو چک میکنن. منم امشب خونه نرفتم، اینجا موندم تا صبح جاشو پیدا میکنیم. باشه، هر ساعتی هم که باشه خبری شد حتما بهم بگو. فعلاً. چشم جناب باسپورس. ایگیت کجاست؟ ندیدمش. میخوایی بخوابونیمش؟
دیگه باید الیفو بخوابونیم. وقت خوابش رسیده. بله. بیا ببینم پرنسس من. ایگیت، خیلی فکر کردم به اینکه چرا دوست دارم، به اینکه چرا نمیتونم ازت دل بکنم، به اینکه چرا با وجود همه ی عصبانیتام، با وجود همه ی بی‌انصافیات، مثل یه رود که میخواد به دریا برسه دلم به سمت تو میره. چون هیچ کدوم از کارهایی که کردی اهمیتی نداره. چیزایی که به خاطرشون همدیگر رو سرزنش میکنیم هم اهمیتی نداره. من میدونم تو با وجود تمام این اتفاقا عمق دل چقدر پاک و تمیزه. من اینو میدونم. قلب بزرگی داری که میتونه دنیا رو به آغوش بکشه. لبخندی داری که میتونه باعث دلگرمی همه ی اطرافیانت بشه. اگه خودت تو درد سر افتاده باشیم، بازم همون جوان آرومی هستی که به دنبال عشق میگرده. همونی که من دنبالش میگردم. دیگه اونی گیتو نمیبینم سیبل. گمش کردم. اما بهت قول میدم اون تقاصشو پس میده. نمیخوای بگی که تقصیر توه؟ وقتی پدر مرد چرا مادر همش خودشو سرزنش میکرد بهش فکر کردی؟ مگه بابا قربانی حرص اسدالله و نهاد نشد؟ اینجوری نبود. اصلا اینجوری نبوده داداش. اصلا همچین حسی نداشته. الان خیلی بهتر مادر رو درک میکنم. از قصهش نتونست درست و منطقی فکر کنه. میدونی چرا؟ چون فکر میکرد پدرم و حرص و طمع اون کشته. بزرگترین بدی رو در حق سیبل من کردم. اگه تهدید سیحان رو جدی میگرفتم اون الان زنده بود. هم بچه به دنیا نیومدم و هم سیبل و خودم با دستای خودم به کشتن دادم. ببین، دردت خیلی بزرگه. میخوای انتقام بگیری. واقعا درکت میکنم. باور کن. اما این بار ازت میخوام که صبر کنی برادر. ببین اون یارو عوضیه. هر کاری ممکنه ازش سر بزنه. اون نمیتونه با من کاری کنه. باشه، فرض کنیم اون تو رو نه، تو اونو کشتی. بعدش چی میشه ایگیت؟ کی بازنده میشه؟ مگه من چیزی برای از دست دادن دارم؟ کمیسر کنان و اکیپش خیلی بهش نزدیک شدم. هر لحظه ممکنه سیحانو پیداش کنن. خیلی طول بکشه تا صبح گیرش میندازن. ببین تو فقط باید به ما شانس دیگه بدی. باشه؟ خواهش میکنم. اون مردی که به حبس ابد محکوم میشه، من اونو میفرستمش تو زندان. منم اینو به اندازه تو به سیبل مدیونم. باشه داداش،
هر چی تو بگی. رخت خواب تو آماده میکنم. بعد یه اتاق تو رو دادیم به لیف. مشکلی نیست، من همینجا میخوام. کارا تمام رئیس، اینجا خوبه؟ ببین منو، زیادی شیرینی نخوری یا فردا از دماغ در میاد. نگران نباش رئیس، شکر خدا ما کارای سنگین تر از اینم کردیم. خوبه، خب برو ببینم، خواهیم دید. وای وای، با ایتیر دونشون زدیم. ایوه کجا میدونی این آدم ها دیگه به من صدمه ای نمیزنن؟ ها؟ اگه میتونستی اونا رو قانع کنی پس چه نیازی به این کارا بود؟ قانع کردن اونا یه تاوانی داشت، فهمیدی؟ از چه تاوانی حرف میزنی؟ ببین دیگه داری زیادی سوال میپرسی. بهت گفتم حلش کردم، اونا دیگه کاریت ندارن، فهمیدی؟ حالت خوبه؟ دستت خونی شده ایگیت؟ دستتو بیار. نتونستم کبرا، نتونستم ازش مواظبت کنم. اینطوری نکن، تو هر کاری از دستت برمی اومد کردی. کردم، من با زندگی اون معامله کردم کبرا. خودتو سرزنش نکن، این کار فایده ای نداره ایگیت. تو دیگه باید از این به بعد از خودت محافظت کنی، فهمیدی؟ بعدشم اگه دردو برای همیشه تازه میموندن کی میتونست تو زندگی دووم بیاره؟ مگه نه؟ یه لکه ای روی من افتاده که تا آخر عمرم ردش میمونه. هر وقت تو آینه نگاه کنم اون رد رو میبینم. کثیف، تیره و سیاه. به من نگاه کن، رو تو هیچ لکه‌ای وجود نداره. هرچقدرم که بخوای اینطوری فکر کنی
اینجا، تو اعماق اینجا یه آدم خیلی پاک وجود داره، من خوب میدونم. اگه اینطوری نبود میتونستی اون درد رو تو اعماق دلت احساس کنی؟ این کار رو با خودت نکن. از قدیم چی گفتن؟ مرگ حقه و فقط دست خداست. مگه همه ای ما بالاخره یه روزی نمیمیریم؟ کسی نمیدونه فردا چی به سرش میاد ایگیت. برای همین هم به خاطر خودت، هم به خاطر کسایی که بهت نیاز دارن، باید به اون آینه نگاه کنی. باشه؟ خب دیگه بیا، باید سعی کنی یکم بخوابی. من فردا اینجا رو تمیز میکنم. یه کابوس که میبینی تو خواب تقلا میکنی که بیدارشی. من اون حالو دارم. بابا از یه دختر نتونستی مراقبت کنی. قبلانا که سیبل به همون سلام هم نمیداد، اینقدر هم به همون محل نمیذاشت. قسم میخورم حق داشته. رویای زندگی دیگه ایو داشت. ایگی تو انتخاب کرد. برای عاشق شدن حتما باید مرگو قبول کنی؟ حتما لازم نیست بمیری دریا. عشق اون قدام سخت نیست. ما با هم مرده های زیادی خاک کردیم، قاطی جرمای زیادی شدیم، از کلی طوفان گذشتیم. ما با هم همسفریم پسر. هیچ عشقی نمیتونه به پای این دوستی برسه. ما با هم نمیتونیم سلیم. من یه سر برم آشپزخونه. ببین تو خونه ازا چی میگی؟ حق داشت تو روم توف بندازه. بیا بغل بابا. بیا بیا بیا. آره بیا.
بیا جون. جون منو ببین، شاید این آخرین دیدارمون باشه بابا. منو ببخش باشه، از همون اول ازت حمایت نکردم، نتونستم برات یه خانواده درست حسابی بسازم. باور کنین به خاطر دوست نداشتن یا نخواستنت نبود، فقط نتونستم. اما میدونم تو بزرگ شدی دختر خیلی خوشگل و خیلی قوی میشی، به هر چی بخوای میرسی. مراقب مامانت باش. منو ببخش عزیزم، من خیلی دوست دارم. ایگیت، من دارم میرم کبرا. کجا؟ تو به امیر قول داده بودی، به من که اینطوری گفت، گفت سرخود دیگه کاری نمی کنی. خودش اینطوری گفت. ببین یه بلایی سرت میاد، جدی میگم ایگیت. سیبل به خاطر من مرد کبرا، بچه‌ای که به دنیا نیامده بود مرد، و کسی که اونو کشته داره بیرون واسه خودش میگرده. چطور آروم باشم؟ ببین ایگیت، این آدم نه شبیه پدرمه، نه حقی، نه نهاد، نه هیچ کس دیگه. خون جلوی چششو گرفته، از همشون ظالمتره. مطمئنم یه بلایی سرت میاره. خب شاید. سیهان برای اولین بار تو عمرش داره یه کار خوب انجام میده، چون من دیگه نمیتونم با این عذاب وجدان زندگی کنم. ببین، از این که تو زندگی تو رو ناراحت کردم خودمو نمیبخشم. من دیگه نمیخوام برای کسی عذاب وجدان باشم. میدونم اینو از تو خواستن بی‌انصافیه، ولی حلالم کن. ایگیت نرو، التماست میکنم نرو. چاره دیگه ای ندارم کبرا. پیداش کردیم. شماره پلاک ماشین رو بردارین، فوری به تمام واحدها اعلام کنین ماشین رو پیدا کنن. زود باش، زود باش. کمیسر ایگیت کجاست؟ رفت. کجا رفت؟ کبرا چرا نگهش نداشتی؟ چرا به من خبر ندادی؟ به نظرت کسی میتونست جلوی ایگیتو بگیره؟ میتونستی مانعش بشی که اتفاقی براش نیفته. ما نمیتونیم جلوی اونو بگیریم امیر. اون دیگه نه تنها با دشمناش،
بلکه با خودشم می جنگه. امیدوارم قبل از سیهان من پیداش کنم، وگرنه تا آخر عمرم نمیتونم ببینمش. گمش کردیم رفیق، انگار آب شده رفته تو زمین. ولی من گفتم بریم تو مرتی کار بگیریم، این گاو نشستی منتظر شدی. معلومه فرار. اصلا حتی بده چی کار میکنی؟ خوب شد که پلیس گمش کرد، کار خودم و خودم انجام میدم. ما چی؟ شما هیچ کاری نمیکنین، دیگه تنها هم اشتباه هم خودم جبران میکنم. بگید چرت نگو رفیق، هر کار یارو نمیشه سر در آورد، خیلی خطرناکه. کشش نده سلیم، اگه کسی سراغمو گرفت بگین منو ندیدین. آخر یه روز دیوونه میشم. جواب بده گیت، جواب بده، جواب بده. خیلی نزدیک شدیم جناب باسپورس، روی این دو جا کار میکنیم، جای زیادی برای رفتن نداره، کم مونده. ببین وقت نداریم کنم، هرچی زودتر باید پیداش کنی، حواست باشه. چشم جناب باسپورس، تو سوراخ موشم بره پیداش میکنیم. بفرما رئیس. چیکار کردی؟ اوضاع چطوره؟ منتظرم رئیس. باشه خوبه، مراقب باش مرغ از قفس نپره، حواست جمع باشه. اصلا نگران نباش، هیچ جونوری نمیتونه از چنگ ما در بره. چشم. بیا خوشگلم. وهاب تو اینجا چی کار میکنی؟ شما رو من میرسونم سر کار، دستور امیرخانه. ممنونم، اما من محافظ نمیخوام، به امیرم گفتم تو برگرد برو پیش امیر. کبرا خانم، این روزا یکم اوضاع قاطیه، بی احتیاطی نکنیم، هم برای امنیت شما و هم برای امنیت بچه‌تون. خیلی خوب. خاله نریمان، بیا یه لقمه ای چیزی بخور. وقتی سیبل ناراحت بود یا وقتی مریض بود، من همینطوری براش سینی سینی غذا می بردم ولی نمی خورد. اون مثل تو لجباز بود. دریا، تو هم پریشون شدی دخترم. خب دیگه برو قنادی، برو برو به کار زندگیت برس دخترم. چه کارو باری؟ مگه من تنهات میذارم؟ بی خودی برای سرگرم کردن من تلاش نکن دخترم، دیگه هیچ کس نمیتونه منو دلداری بده. بچه‌م مرد، دیگه بی کس و تنها موندم. دریا اینجوری نگو،
ما هستیم. من دخترتم. البته اگه قبول کنی. قبول میکنی؟ سیبل چقدر دوست داشت داری. هم از عصبانی میشد هم دوست داشت. تو یه دوست واقعی بودی براش. دریاش بودی. خدا. حسام یه قهوه بیار بخوریم. فقط ببین مثل شربت نشه، شکرشو کم بریزی. چش قربان. همش میگی چش، ولی چه فایده. قربانی گیت خان اومده. ها بگو بیاد. بیاد بیا گیت، بیا بشین. گوش کن. هوی حسام قهوه رو دوتاش کنین. ایگیت گرسنته؟ بگم چیزی بیارم. لازم نیست. ببین ایگیت، نتونستیم سر خاک بیایم. ببخشین، غم آخرت باشه. منم میخواستم باهات در این مورد حرف بزنم. ما با هم یه قراری گذاشته بودیم. در ازای زندگی ایلماز باید اتفاقی برای سیبل نمیافتاد. اما دیدی که سیبل دیگه زنده نیست. ببین ایگیت، تو عدالت منو از همه بهتر میدونی. بهت گفتم معلوم نیست این بیشرف چی کار میکنه. حالا اومده برای انتقام برادرش این دختر بیچاره رو کشته. این واسه تقصیر ما چی اون وقت؟ به نظر من سیهان تنهایی به فکر گرفتن انتقام برادرش نیفتاده. حقی خواه. ببین ایگیت، حواست هست چی میگی؟ ها؟ انقدر چرت نگو. مگه من بهت نگفتم این سیهان سگ هاره، هر کاری ازش برمیاد؟ نگفتم یه مدت فاصله بگیر؟ ما چه حلش کردیم میای؟ شما برای من جای اونو پیدا میکنین، اما من ترتیب سیهانو میدم. چنان ترتیبشو میدم که برای کل عالم درس عبرت بشه. حسام، آدرس این سیهان سگو برام پیدا کن. ببینه گیت، قبول، دردت بزرگه، میفهمم، اما یکم باید آروم باشی پسرم، یکم صبر کن، درد سرای بزرگتری برای خودت درست نکن. من حتی یه لحظه نمیتونم برای کشتن سیهان صبر کنم. بده بگیت. حسام، به کسایی که سیهانو تغییر میکنن بگو دخالت نکنن، بذار خودشون با هم تصفیه حساب کنن. دوتا قهوه خواستی بیاری یا شما با این کار کردنتون؟ ممنون وحا. کبرا خانم، امروز تمام وقت اینجام، در جریان باشین. خیلی خوب، پس بیا تو یه چیزی بخور. نه ممنونم، مرسی. الان بغلت میکنم عزیز خوشگلم. جون دلم،
حالا یکم اینجا بمون باشه؟ میخوام یکم کیک درست کنم. گریه نکن عزیزم، گریه نکن دیگه. تو اینجا قشنگ دراز بکش تا مامانی بیاد، باشه؟ تو همینجا بخواب، باشه؟ خوشگل من، امروز آروم باش، باشه؟ مامان امروز سر شلوغه، بهتره کار کنم حواسم پرت بشه. بفرمایید خاله آیفر. دخترم نریمان حالش چطوره؟ چطور میتونه باشه؟ خوش اومدین. دخترم این مدتی که پیشش بودی هلاک شدی، برو یکم استراحت کن، ما اینجاییم. نه نه، من هیچ جا نمیرم، الان براتون چای دم میکنم. دریا دخترم برو دیگه، برو به کارت برس. ببین کبرا هم تو قنادی تنها مونده. دخترم ما چایی ها رو میریزیم، تو برو. باشه، حالا که میخواین میرم. داره تو چشای سیبل نگاه میکنه، دستشو میگیره. آدمای بعد در حقم لطف کردن، امینی خودتو خسته نکن. تو رویام پسرمون رو دیدم، میگید بچم و پسر بوده، بچه‌مون حالش خوبه. ایگه امیر اومده؟ کوچولوی من، اوه چی کار میکنی مروارید؟ چی کار میکنی؟ کبرا مامانت کو داره کیک میپزه؟ ها؟ ها؟ کبرا ای بابا، کبرا دخترم مامانت کجاست؟ ها؟ رفته چیزی بخره؟ وایسا ببینم. کبرا و امیر بچه رو ول کردن، جایی رفتن؟ جناب بازپرس اینجا نیستن؟ کبرا خانم اون تو نیست؟ اونجا باشه چرا باید از تو بپرسم برادر من؟ کبرا به هیچ وجه الیفو ول نمی کنه بره جایی. شما ندیدینش؟